آقا موزیک جدید مجید خراط ها اومده، مجید خراط ها حیف، و موزیک ویدیو هم داره و گفته که موزیک ویدیو هم خیلی خفنه و گفتن طرفداراش که موزیک ویدیوش خیلی خفنه، واسه همین که اومدیم الان موزیک ویدیوش و موزیکش رو با هم دیگه ببینیم، بریم بیایم. سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مثل چک. آقا میخوایم اول این رو بگیم که با کلا یا بی کلا؟ نظرم این کلا خیلی مشتی از این لوتی توراس من هم که چقدر میخورم به این چیزا. 5 دقیقه و 43 ثانیه موزیک و موزیک ویدیو جدید مجید خراط ها که خیلی من تعریفش رو شنیدم، حالا بریم ببینیم که واقعا تعریفی هستش یا نه، فقط تعریف کردن که تعریف کرده باشن. قبل از اینکه شروع بکنیم، اگر تا حالا ما رو سابسکرایب نکردین خوشحال میشیم که سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشو فعال کنید، لایک کامنت قربان شما، دمتون گرم، یه انرژی بدین. بریم ببینیم که حاج مجید چه کرده. 1 2 3 3:30 صبح فیلم سینمایی ساخته، خودش هم هست، نه خودش نیست، یه کمی خودشه اما خودش نبود، باورتون میشه؟ بیابون بود. کارگردانش علیرضا کشوری. که نمیدونم کجایی، یه سوال، اون وسط بیابون بود دقیقا، الان یه رفت لب دریا. البته 3 صبح بود 3:30 صبح بود 10 صبح داره نشون میده، یعنی 3:30 نصف شب 3:30 بامداد اگر اشتباه نکنم، بعد از این ور میشه 10 صبح، یعنی 6 ساعت تو راه بودن رسیدن لب دریا. که نمیدونم کجایی، آها چی شدش از من جدایی، چطوری بهتری؟ کی برات میگه لالایی، خواب تو دیدم شبایی، وای برات مردم خدایی. خودش هم هست، گوشواره انداخته بود مجید خراط ها، من یه چیزایی دیدم خدایی نکن، وای برات نکن، اینجا یه چیز براقی من دارم میبینم، برات مردم خدایی. حیف که قلبت با من بده، حیف عشق من دلت رو زده، حیف. اینو کی اندرم؟ کافه آرمو اسپانسره؟ نمیدونم چیه، اما موزیکش تا اینجا من رو جذب کرده. اونی زده وقتی خوش شد این ده کده، حیف صبرت سر اومده، شهر رو به آسیش میکشم. اونا گنده هایی بودن که مثلا رفته بودن ازشون دزدی، داشتن برمیگشتن، این داشت تازه میرفت، همدیگه رو نمیشناختن، یه چش تو چشم مشکوک سریالی سینمایی، بعد رد شدن از کنار همدیگه و حیف. مردم مگه فدات بشن دلت بگیره، این بگه علی یه لحظه تو یاد بگیار منو، یوروه داستان جنایی ساخته، سرم بیرون نمیره، شهر رو به آتیش میکشم، دلت بگیره، مردم مگه فدات بشم، دلت بگیره. ویالون چه میکنه؟ مدل خانومش چقدر شبیه چیزه، تینا خونتوار، یادتونه؟ شبیهشه.
یکم به خودت بیا. یکم هنوز من ربط بین موزیک و موزیک ویدیو رو هنوز نگرفتم. حالا آخرش مشخص میشه که فیلم کنم دختره با مجدی خراتا بوده بعد رفته با اینا، اینا رفتن از اون دزدی کردن، یه همچین سناریویی باید داشته باشه. بهش عادت کردی ها، حیف. دیدی پشت تن کیا، حیف. من که بد بودم ولی تو دختره رو پیدا نکرد، بد شدی تازگی ها، حیف. قیدت رو زدم نشو، حیف. خواستم برگردم نشو، حیف. هر کاری کردم نشد، حیف. از تو کوچمون شبیه یک نفر حملت نشد، حیف. شهر رو به آتیش میکشم، دلت بگیره. آها فدات بشم، دلت بگیره. یه لحظه تو یادت بیار منو، ولی من یه لحظه یادت هم خودش تنهایی اومد انتقام بگیره، ولی من نفهمیدم دختری چی شد. از سرم بیرون. آها، دختره گروگان گرفتن، برگام نمیره. شهر رو به آتیش میکشم، من خواهد تو یادت بیار منو، ولی من پلیس اومد یه لحظه یادت هست گفتم برو بیرون نمیره. الان همه با هم دیگه رو هم منفجر، آره داستان ایناست، ولی من هنوز ربط موزیک رو با موزیک ویدیو نفهمیدم. این صحنه آخرش انصافا ایده نابی بود که شمایش معکوس فوت کردن شمع کیک تولدش رو با شمارش معکوس بمب منفجر شدن مردن اون طرفه یکی شدین با حاله. قشنگ یه فیلم سینمایی جنایی ساخته بود و ربطش هم فکر میکنم این بود که مثلا اگر مجید خراتا رو، یعنی راوی رو، به عنوان اون پسره در نظر بگیریم، فکر میکنم میشه یه ربطایی بینش پیدا کرد که مثلا حیف اینجوریه، من شهر رو به خاطرت با آتیش میکشم، اون رفیقم بود، داداشم بود، اون مرد، ولی اومدم تو رو نجات دادم، خودم مردم. یه همچین جنبندی داشت. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین. نظرتون رو بنویسین راجع به موزیک ویدیو و موزیکش خوب بود، اما تکرار خیلی زیاد داشت، به معنای واقعی تکرار زیاد داشت، اما جالب بود. امیدوارم مجید خراتا بازم پرکار بشه، واقعا پرکاریش دلم برای پرکاریش تنگ شده. خیلی متشکرم، دمتون گرم و سابسکرایبتون نره، زنگوله کنارش لایک کامنت قربان شما، مثل چک.